شنیده شدن صداهای ترسناک از زیر آوارها در ایران. آیا تا کنون تمام اجساد از زیر آوارها درآورده شده است؟ تعداد تلفات این زلزله چقدر است؟ ما در این ویدیو پیرامون امین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. شبت از شب سیاه‌تر شد ایراتم، دو چشمم از غمت تر شد ایراتم. زلزله مرگبار روز شنبه تاریخ 15 سنبله اولی ساعت 1 تا 4 عصر ولایت ایرات، شهر مشهد و ولایات امجوار ایرات را لرزاند. این زلزله به قدر قوی بود که موتر باربری را تکان داده است و شور می خورد. تعداد تلفات این آفت طبیعی در اوایل خیلی کم گفته شده بود، اما بعد از سپری شدن 1 ساعت تعداد تلفات افزایش یافته است. تا کنون بیشتر از 3000 نفر شهید، 5000 نفر زخمی و تعداد افراد ناپدید شده این حادثه المناک رقم نخورده است. ما برای عمه رفتگان بهشته بریم، برای عمه زخمیان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل از بارگاه عزت منان خواهانیم. این همه در حالی است که تاکنون شمار زیادی از مردم زیر آوارها گیر مانده است و تعدادی از مردم محل بیان کردند. شبگاه ها صداهای عجیب و غریب از زیر آوارها بلند می شود و عمه مردم را به ترس و ایراس انداخته است. این همه در حالی است که تعداد زیادی از مردم شبها را در جاده ها صبح می کند و تاکنون اعتماد بین المللی و دولت امارات اسلامی کمک برای این مردم نکرده است. اما عمه چهره های مشهور افغانستان کمک های مالی برای مردم ایراد فرستادند. خدایا ما چی گناهی کردیم که بالای ما قهر استی؟ درد مهاجرت، فقر، بیخانگی برای ما کافی نیست که در این سرمایه خزان از برگ درخت کرده انسان ها پرپر می شوند. خدایا خودت بالای ما رحم کن. اگر تو هنوز دوست کانال من نشدید، بس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.